اگه توی خوابهاتون با کسی کارهایی مثلا مورد داری دارین انجام میدین، لزوما معناش این نیست که ته دلتون از انجام این کارا خوشتون میاد. دیدین یه وقتا یه خوابای سرچ میبینیم، مثلا داریم با یه شخصی، با یه سلبریتی، مثلا بعضی وقتا با پدرمون، با اکسمون، با مثلا دوست پسر سابقمون داریم یه سری کارهای عجیب غریبی میکنیم که اگه بیدار بودیم هرگز اون کارو انجام نمیدادیم. به این رویاها میگن رویاهای خیس. وقتی که ما توی خواب احساسات جنسی رو تجربه میکنیم، بعدش بلافاصله ارضا میشیم. اما باور کنید یا نه، خیلی ها معتقدن که چیزهایی که ما داریم توی خواب میبینیم تعابیر عمیق تری نسبت به معنای ظاهرشون دارن. و اما این تعابیر کدوما هستن و خوابهای خیس ما چه معنایی دارن، این ویدئوی امروز منه. پس لطفاً پیش از اینکه تا پایان این ویدئو همراه من بمونید، اول کانال منو سابسکرایب کنید، بعدم اون زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای جدید من مطلع بشین. درود بر شما دوستای گل من، به یه ویدیو دیگه با کانال من خیلی خیلی خوش اومدین. مورد اول، خوابی که توی اون شما یا پارتنرتون در حال خیانت هستین. اگه توی رویا یا کابوسی هستین که یکی از شما دو نفر داره خیانت میکنه و با کس دیگه رابطه جنسی داره، وقتش رسیده که بهش یه توجه بیشتری نشون بدین. اگه خوابهاتون رمزگشایی بکنید، زندگیتون تغییر میکنه. اگه به هر شکلی تصور میکنید که پارتنرتون به شما داره خیانت میکنه، شاید دلیلش این هستش که شما توی رابطه احساسیتون دارید احساس ناامنی میکنید و از رابطتون رضایت کافی رو ندارین و این خوابها شاید یک زنگ خطری هستش که ناخودآگاه ما داره به ما میزنه، انگار که یک تلنگر هست که فقط میخواد ما رو متوجه خطر بیخ گوشمون بکنه. مورد بعدی اینه که خواب ببینید کسی رو به بردگی جنسی گرفتین، یا اینکه شما خودتون برده جنسی شخص دیگه ای هستید. هر خوابی که با مسائل مربوط به سلطه‌جویی و کنترل کردن و اعمال قدرت در ارتباط باشه، چه تمایل به سلطه‌جویی و چه میل به خشونت، میتونه یک نشونه ای باشه از مسائل مربوط به زورگویی و کنترل در زندگی بیداری شما. پس برای پیدا کردن دلیل بروز چنین رویا هایی، به کارتون، به روابطتون، به آدمای دور و برتون، به احساساتتون در طول روز دقت کنید. حسی که به اطرافیانتون توی زندگی روزمره دارید رو رمزگشایی بکنین، توجه بیشتری داشته باشین، ببینین که توی بیداری آیا شما مثلا توی محل کار نمیتونین حقتون رو بگیرین، اینطوری هستش که توی دوستاتون مثلا تو سری خور هستین یا مثلا مورد خشونت دارین قرار میگیرین. نمونه دیگهش اینه که با کسی توی خواب رابطه جنسی برقرار کردین که در واقعیت این کارو اصلا نباید بکنید. مثل خواب دیدن که رابطه جنسی با یکی از اعضای خانواده داره اتفاق میافته، یا اینکه مثلا یکی از همکارا، یکی از دوستای صمیمیتون، یکی از آدمای همجنس خودتون که اصلا تمایلی بهش ندارین. فکر میکنید که یک چنین خوابهایی مثلا بیشتر شبیه فانتزی های جنسی باشه، اما وقتی که مغز شما در خواب تصمیم میگیره که یک چنین تصاویری رو تولید بکنه و به شما نشون بده، برداشت شما از اون رویاها چی باید باشه؟ با دیدن چنین خوابهایی ذهن شما تلاش میکنه به اخلاقی ترین و منطقی ترین شیوه احساسات نابجا و وسوسه هایی که در رابطه شما با این اشخاص جایی نداره رو آزاد بکنه. اگه میخواید عمیق تر به موضوع نگاه کنید، از خودتون بپرسین که نقطه مقابل این تصویر، این شخص، این اتفاق توی زندگی واقعی من چیه؟ دلیل بروز این خواب ها اینه که ذهن شما سعی میکنه ارتباطی پیدا بکنه بین مسائل این دنیا و بین آدم هایی که شما باهاشون در طول شبانه روز در ارتباط هستید و گاهی نتیجه تلاش ذهن ما درک منطقی از اوضاع هست و همون تصویرسازی هستش که ما شبها باهاش مواجه میشیم. پس باید بگردین دنبال ایرادها و اختلال هایی که در رابطتون با اون آدم وجود داره. مورد بعدی، وقتی که خواب میبینید با کسی دارید رابطه جنسی برقرار میکنید، اما این کار رو خوب بلد نیستید و مثل یک عروسک، مثل یک جسد دارین توی رابطه خودتون نشون میدید. با اینکه ممکنه برای هر کسی پیش بیاد که چنین خوابی رو ببینه که از عهده انجام اون کار به خوبی نتونسته بر بیاد، اما بین آدمایی که به عنوان مرد خودشون رو و هویتشون رو ارزیابی میکنن، چنین خوابهایی منجر به حس ناتوانی و ناامنی میشه.
اگه مردی توی خواب ببینه که از اختلال ناتوانی یا اختلال نعوذ داره رنج میبره، شاید این بازتاب دهنده ضعف و ناتوانی در سایر جنبه های زندگی هستش. لزوما این قضیه نشون دهنده نقص جنسی و ناتوانی جنسی در اون آدم نیست. مورد بعدی وقتیه که دارید خواب میبینید که دارید در ملأ عام رابطه جنسی برقرار میکنید. دیدن خوابی که توی ماشین، توی جنگل، وسط جامعه، توی شلوغی دارین رابطه جنسی برقرار میکنید، معنای روشن و واضحی نداره. این رویاهای جنسی ناشی از تمایل آدمها به رابطه جنسی در فضای باز نیست، اتفاقا برعکس. چیزی که به نظر میرسه اینه که دیدن این خوابها حکایت از حس آسیب پذیری ما داره. شاید توی واقعیت از برملا شدن یک راز یا یک مسئله شرم آور توی زندگیتون میترسید، از قضاوت شدن خودتون توسط دیگران ترس دارید. این گونه استراب ها میتونه شبها در قالب رویاهای جنسی ذهن شما رو درگیر بکنه. مورد بعدی خواب رابطه جنسی با پارتنر سابق هست، با اکستون، با دوست دختر قبلی، دوست پسر قبلی یا همسر قبلیتون هست. بسته به اینکه این پارتنر چه جور آدمی بوده، میتونه این خواب از خوب تا بد دسته‌بندی بشه. کلن خواب همسر سابق یا پارتنر سابق رو دیدن دلیلش دلتنگی شما نیست، دلیلش این نیست که شما دلتون میخواد دوباره اون حالت رو تجربه بکنید. دلیلش اینه که شما سالیان سال با اون آدم زندگی کردین و مدام تصویر چهره اون آدم جلوی چشمتون بوده، صداش توی گوشتون بوده. ناگهان این رابطه قطع شده و شما توی یک فضایی قرار میگیرین که اون آدم اصلا توش نیست، نه میبینیدش، نه صداشو میشنوین، نه تصویرشو میبینین، نه حتی بهش فکر میکنین، نه اسمشو دیگه میگین و میشنوین. مغز شما یه جورایی مثل واکنش بدن نسبت به قحطی عمل میکنه. از داشته های خودش، از خاطرات خودش قطره چکونی توی مغز شما تزریق میکنه و دقیقا مثل زمانی عمل میکنه که انگار شما وارد قحطی شدین، وارد خشکسالی شدین. بدن شما این رو فهمیده و داره سیستم ایمنی بدنتون یه جوری عمل میکنه که قطره قطره از ذخیره های چربی، از ذخیره های آب و ذخیره های انرژیتون داره به بدن شما تزریق میکنه که بدن شما حالا دووم بیاره تا زمانی که دوباره بتونین غذا بخورین. روح ما هم و مغز ما هم دقیقا همینه. وقتی که با یک شخصی کات میکنیم، ازش جدا میشیم، تا مدت ها بعد، حتی تا سالیان سال بعد از اون، ممکنه که یه وقتای خوابش رو ببینیم. دلیلش هم این هست که مغز ما میخواد به صورت قطره چکانی، به صورت خیلی جسته گریخته، یک مقداری از خاطرات باقی مونده در کوچه پس کوچه های ذهن ما رو بیاره جلوی چشممون، توی خواب اونا رو به ما نشون بده که این قحطی رو یه جوری باهاش مبارزه بکنه و دیگه احساس کنیم که دلمون برای اون آدم تنگ نمیشه، چون که همین دیشب توی خواب دیدیمش. مورد بعدی خواب رابطه جنسی با یک شخص معروف هستش. اگه خواب میبینید که دارید با یک سلبریتی رابطه جنسی برقرار میکنید، بیشک شما به این شخص کشش دارین، حتی شاید کشش جنسی یا عاطفی. شاید حین خودارضاییتون از تصاویر اون آدم به عنوان فانتزی جنسی استفاده میکنین. شاید اونقدر دلتون میخواد اون آدم رو از نزدیک ببینید که مغز شما توی خواب داره این آرزو رو برای شما برآورده میکنه.